بانو شو. درود. درودها بر یاران عشق. من شهناز تهرانی، علی مرشدی هستم در بانوشو. هزاران درود، هزاران بوسه، هزاران عشق بر یاران عشق. شما رو دوباره به لطف پروردگار یکتا در تلویزیون فوریو برنامه بانوشو، این بار در گنجینه‌های طلایی ما را خواهید دید. آمدیم مژده دهیم یاران عشق، فراموش نکنید هنرمندانی که در صفحه تلویزیون‌ها ظاهر می‌شوند، روی صحنه‌های بزرگ دنیا می‌خوانند، دلشون برای شماها تنگ میشه. یه زمانی میشه آرزو میکنن با شما رو در رو هم کلام هم صحبت بشید. ارزشمندان، هنرمندان گنجینه‌های طلایی، یکی پس از دیگری در انتظار دیدار شما، چرا که شما بودید، حمایت کردید، صفحه‌های طلاییشون رو خریدید، در کنسرت ها به دیدارشون هر جای دنیا که بودید رفتید و شما هستید که پشتیبانی میکنید، سپورت میکنید از هنرمندان خوب ما. بله، منم که حق ندارم لو بدم مهمون برنامه رو. اصلا این حرف تو دهنش بند نمیش، به قول بهروز وثوقی یه چیزی میگه خیس نمیخوره تو دهن. چیه اون مثله؟ این علی خانه دیگه، علی خان مرشدی. هزاران بوسه نثار شما هموطنان خوبم، یاران عشق. به برنامه گنجینه‌های طلایی برگشتیم. سعید محمد، درود به شما، خوش آمدید. بانوی گرامی، شهناز تهرانی عزیز، بعد از سالیان دراز خدمت شما. علی عزیزم، خیلی خوشحال هستم در خدمتتون هستم. ما خوشحالیم که در خدمت شما هستیم، چرا که شما از اون دوره‌های طلایی تا به امروز جو رو نگه داشت. چقدر زود دورانه عوض شد. اصلا فکر نمیکردم اینقدر زود به اینجا برسه. بچه ها بزرگتر شدن، با ترانه های شما بیشتر آشنا شدن. اونایی که کوچیک بودن اینقدر بودن، اینقدر شدن. آره، اینقدر شدن. آها، الان ترانه های شما رو زمزمه میکنن. سعید جان، چقدر برای من جای خوشحالیه. با ترانه های شما بزرگ شدن اون بچه ها. درست میگم؟ خوشحالم، خیلی خوشحال هستم، مخصوصا اینکه از اون زمان که این داستان اینترنت را افتاده، بانو تهرانی، این مردم خود در تماس مستقیم با ماها قرار گرفتن. بله. و من واقعا خودم یه همچین چیزی رو فکر نمی کردم، نمی دونستم که اینقدر چند تا آهنگ خاص هست که بین مردم موندگار شده و دارن دائم میشنوند، گوش میدن، میبینن و دائم خودشون هر روز اصلا برای من میفرستن و من یه جورایی در اون موقعیت قرار میگیرم که اینا رو دوباره به مردم برگردونم که ببینن و خیلی خوشحال هستم، واقعا باعث افتخاره. مردم با عاطفه‌ای داریم آقای بهترین، محمد واقعا بهترین. شما وقتی میرین برای یک تجربه جدید، کار جدید، یک ترانه جدید، روز به روز داره فضای آهنگا، حتی تصاویر ویدیوها زیباتر و جدیدتر و بروزتر میشه و بچه ها چیزایی میبینن شاید در گذشته ندیدن. و امروز با سعید محمدی اسطوره شون، شما برای بچه‌هایی که با آهنگای شما بزرگ شدن یا جوانانی که با آهنگای شما پا به سن گذاشتن، شما براشون یه اسطوره‌ای و این لحظه‌های قشنگ رو با شما شریک می‌کنم. من همینجا عرض بکنم شما بسیار لطف دارین، میدونم که راجع به چی صحبت میکنی، شما دارین راجع به ذات هنر و هنرمند اصیل صحبت میکنی. ولی من خودم رو واقعا در حد یک اسطوره نمیبینم، من خودم رو یک
هنرمند ساده میبینم، واقعا به دور از شعار و نمیدونم بخوام مثلا جلوی مردم رول بازی کنم، واقعا این نیست. واقعا من خودم رو یه هنرمند ساده میدونم بانو، و خوشحال هستم از اینکه مردم منو به عنوان یک هنرمند ساده از خودشون قبول دارن. این برای من شما مقصد. فکر میکنین اسطوره یعنی چی؟ من فکر میکنم اسطوره یعنی کسی که سالیان دراز در قلب مردم جا باز میکنه، که شما بودی به هر دلیلی به هر دلیلی، میتونه سیاسی باشه، میتونه هنری باشه، میتونه اجتماعی باشه، میتونه مردمی رشته های مختلفی باشه درست. و بعد مردم اون انقدر ارزش بر اون انسان بگذارن که حتی بعد از مرگش هم مردم باهاش بمونن و یادشو گرامی بدارن و در ذهن و فرهنگ اون مردم جا باز بکنه، یه همچین کسی میشه اسطوره. من فکر میکنم که یک اسطوره اول باید معرفت هنر رو داشته باشه، زنده بعد هنرمند باشه. زنده بود اگه نداشته باشه اصلا به اونجا نمیرسه. پس به اونجا نمیرسه. حالا برای اینکه بدونیم که آقای سعید محمدی برای شما ویدیوهای جدید، آهنگای جدید آورده. بله. آلبوم 25. بله. 25. سن من آقا. آی جان. آقا آی جان. راجل سن من خونده. هر کی گفتش اینقدر میگم 25 سال. من آره. میگم اندازه سابقه کار هنری سعید محمدی سن بانو. سن بانو خدا عمرت بده. آقا یه شامپای ما کن بسید. در مورد وقت من خوندم تنها نشستی من در کسی بانو یک سالشون بدم. بله من در بسن. بس خدمت شو سعید ما خیلی ماه در حقیقت سعید شماست. ما هم خاطره داریم با آهنگاش، با ترانه هاش. حالا من سوالای جالبی ازش دارم، امیدوارم جواب بده. میخوام مچگیری کنم. بریم یکی از ترانه های زیبای آلبوم 25 رو بشنویم. با ما باشید با گنجینه طلایی بارمشون. سپاس دارم. تبریک میگم بهتون. مرسی. بسیار زیبا، بسیار قشنگ. آفرین. من مثل همیشه. مرسی. آره من دو تا مورد میخواستم راجع به سعید جان بگم. یکی اول که کلیپا توی چند سال گذشته یه تغییر و یه رنگ و حالش و همه چیز انگار صدش آره. فکر کنم آره همسرم چقدم... من کلیپا رو آره واقعا چقدر خوش میسازه، چقدر قشنگ میسازه. باور چه خوش ذوقه. ندا همسر من وقتی که ما با هم آشنا شدیم 14 سال پیش در پورتلند اورگان من کنسرت داشتم، اونجا هم دیگر دیدیم. فکر کنم قبلا گفتم برای مخاطبین و مردم میدونم، نمیخوام دوباره شرح بدم. ولی بعد که اومد توی زندگی من مثلا یکی دو تا کار با ویدیو سازای کسانی که از قبلم باشون کار میکردم در لس آنجلس کار کرده بودم. یه بار رفتم خونه یکی از همین دوستان ویدیو ساز و یه آهنگ من رو از آلبوم قبلیم همیشه دید اونجا ویدیو گرفته بود و من با ندا رفتیم اونجا چک بکنیم و ویدیو رو که دیدیم گفت من کشید کنم گفت تو میخوای واقعا این ویدیو پخش بشه؟ گفتم والا نه نمیدونم. خب شما خودتون میدونی حالا من نمیدونم، ولی من یه خورده راجع به مسائل یه خورده به هر حال خجالتی هستم، دوست ندارم آدم رو تو زقشون بزنم یا اینکه مثلا هی ایراد بگیرم و اینجوری نیستم. سعی میکنم که همه رو در یک محیط دوستانه، و اون روز یه جوری موقعیت یه جوری بود نمیتونستم، یا باید قبول میکردم یا باید میگفتم نه نمیخوام. و گفتم حالا به هر حال پولشو دادم کار شده تموم شده. گفت من خودم برای تو ویدیو میگیرم، تو صبر کن یه خود صبوری کن، من میرم یاد میگیرم کارشو. کار اولشون بوده. بله عکاس بود، عکاس بسیار خوب بود. وقتی از من عکس انداخت چند تا عکس برای یه کنسرت من انداخت، من اصلا دهنم باز میکنم خدای من تا اون موقع با خیلی از عکاسای خوب شناخته شده که امروز همه به عنوان آیکونای فیلم و ویدیوی ایران در لس آنجلس میشناسن با اینا همکاری کرده بودم، ولی عکسای ندا یه حالت و یه پوینت آف ویو خاصی داشت. ضمن اینکه احساس هم توش بوده. آره حالا اون احساس واقعا میتونه باشه، واقعی بوده دیگه. اون نظرگاهش به آبجکتی که میخواست عکس بگیره بلافاصله من دیدم متوجه شدم کدوم تو چقدر قشنگ عکس میندازه. باری کرده چجوری چه آیدیا خوبه. و من خودم خیلی به عکس و فیلم علاقه دارم. رفت دانشگاه نشست درس اون 3 سال بعدش برای من در آلبوم جدیدترم که آمدیم و آماده کردیم
ویدیو گرفت که واقعا به قول بچه‌ها میگن پشمای آدم می‌ریزه. 10 سال بعد از اون زمانی که شروع کرد و فیلم برداری کرد و ادیت کرد، کارش هم اینجوری، خودش هم ادیتور بوده. فکر نکنید که مثلا میشینه یه کامرامن میاره یه ادیتور میاره به اون اصلا خودش کار میکنه. شهناز جون از میکاپ ما گرفته تا انتخاب لباسا تا لایتینگ، شانس آوردی دیگه. خیلی شانس آوردم. تبریک میگم به تو خانم ندا. عطر بانو، یادگار خاطرات گل بانو شهناز تهرانی. با 5 رایحه ماندگار یونی سکس اسپورت، دارای خط بو ساخت فرانسه از کمپانی گرین وایت، تقدیم به عاشقان و طرفداران سینمای طلایی بانو. عطر بانو، بانو شو. این همه تالنت میونه یک هنرمند، کارگردان، فیلمساز به این زیبایی لذتش رو بردیم. واقعا متشکرم. اسمش بود دست ها. بله. ویدیوی دست ها بسیار زیبا. سعید عزیزم، شما دو تا بندری خوندی درسته؟ بله. ولی من بیام وسط حرف رو. بیا بیا بیا. معمولا پابرنده. آره میام معمولا پابرنده. یه سری میزنم و برمیگردم میرم اگه فرصتی بشه. چون من متوجه شدم بهترین بندری های خواننده های بزرگمونم آقای سعید محمدی است. من همین رو می‌خواستم سوال کنم. از آقای شما اجازه ندادید. از خانم لیلا فروه. شما چرا دو تا خوندی؟ چرا برای دیگران بیشتر ساختی؟ نه بندری، خب آخه ببین چه جوری بود اون زمان. خب شما هم خودتون اون موقع لس آنجلس فکر کنم تشریف داشتید. بله. بچه‌ها هر کدوم یه پلان داشتن برای آلبومایی که ما می‌ذاریم، یه نقشه داشتیم، یه طرح داشتیم. بله. می‌گفتیم مثلا بیایم دو تا آهنگ 6-8 مثلا تون می‌ذاریم یا آهنگ اسلو. اولا کمپانی‌ها خودتون می‌دونید مخالف بودن با آهنگای عمیق و اسلو و احساسی. میگفتن مردم رویهشون اینه که دوست دارن آهنگای شاد بخونن و هر دیسکوی شاد باشه. بله. و هر کی شاد میخوند هم بیشتر میفروخت هم بیشتر کنسرت میرفت. درست. و توی لس آنجلس هم برنامه های خصوصی میرفت و در نتیجه خب درآمد بهتری داشت. من خب وقتی اومدم اصلا کارم با آهنگای ملی میهنی شروع کردم. همه بلد. همه کسانی که اون دوران یادشون میدونن. و بعد اومدم یه مدتی دوره فطرت داشتم که حالا به دلایل خصوصی که بارها راجبش صحبت کردم نخوندم، اصلا 5 سال اصلا نخوندم. بعد اومدم با آلبوم چراغ جادو که همون آهنگ تنها نشسته یه مرد خسته را خونده بودم، اومدم دیدم اگر من بخوام توی لس آنجلس رقابت بکنم و به قول معروف سوروایو بکنم، باید آهنگ توپ بکنم، یعنی آهنگی که مردم توجهشون رو بگیره و خودم احساس خوبی داشته باشم که آهان یه کاری کردم که توجه ها رو جلب کردم و میتونم درآمد بدم. کار دیگه بلد نبودم، مثلا نه پول و درآمدی داشتم نه نمیدونم تخصصی غیر از موزیک داشتم. تخصص من آهنگسازی بود، ترانه‌سرایی بود و خوندم. در نتیجه اومدم اول یک تنظیم کننده خوب پیدا کردم که بتونم باهاش ارتباط خوبی داشته باشم، منو بفهمه، که اون دیوید بتسامو بود. بله. آسوری الاصل، عراقی الاصل آسوری بود که بله. با بلک کتس کیبورد میزد و پسر بسیار خوش سلیقه و ماهی بود و ما با هم خیلی خوب جا افتادیم و کلیک کردیم، به قول آمریکایی‌ها با هم دیگه رابطه خیلی خوبی برقرار کردیم. و بعد من آهنگامو که برای شما اصلا میگفت شاهکاره، اینا همون است که من میخوام. و من گل باغم رو ساختم، لولو چرچر رو ساختم، نمیدونم زلیخا. زلیخا مال آلبوم بعدی بعدی بود. حالا شما گفتی بندری چرا؟ این طرحی که ما داشتیم اون موقع هنوز بندری مود نشده بود. توی آلبوم بعدی من خودم اومدم گفتم آقا من میخوام یه بندری بکنم. اینا گفتن چی؟ گفتم سبکت بندری نبود اصلا. نه نه، سبک من بندری نبود و هیچ کس هم بندری نمیخوند. من کاری که کردم اومدم یه آهنگ اسپانیش، وقتی که قدیم ها
وقتی با فریدون من با شادوان آشنا شدم یه آهنگی بود با هم دیگه گیتار من میزدم توی جای خصوصی میخوندیم آم با گیتار کانتا آم با گیتار بایلا آم با گیتار نرنا نرنا کرده خیلی با یادش اینو من گیتار میزنم با فریدون با هم میخوندیم خب وقتی که من اومدم دیگه متاسفانه فریدون نبود و من اومدم به یاد اون روزگار اومدم با شوبرت آواکیان صحبت کردم گفتم من میخوام این آهنگ رو بخونم اون برگشت گفتش که این آهنگ اینجوری بخونی نمیگیره مردم زلیخا رو نه 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 نه, نه, نه همین بند اولین بندری رو دارم توضیح میدم بله 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 چرا بله من اصلا بندری بله بله, بله, بله. گفت مگر اینکه یه آهنگ 6 و 8 چیزی تنگش بیفته پشتش بیفته که مردم دوست داشته باشن من گفتم خب بذار من برم روش کار کنم رفتم خونه فکر کردم چه کار بکنم اومدم دختر نرو بالا من وقتی که اردوی رامسر میرفتم انتخابات بلد یلی چجوری میخونم چجوری میخونم میفتی از اون بالا دختر نرو بالا نرو بالا آره میفتی از اون بالا از اون بالا دختر نرو بالا یا خیالش ببین همه بلدن همه دوست دارم خوشحالم بله میدونم و خیلی خوشحالم باعث افتخار منه در واقع هر دوتا یک خاطره بود منتها من کاری که کردم به آیدیا رو اومدم این دوتا رو پشت هم گذاشتم البته با کمک شوبرت آواکیان تشکر میکنیم و سلام میکنیم به هنرمند بله عزیزمون هنرمند برجسته و اومدیم این دوتا و شوبرت هم با تنظیمی که کرد رو این دوتا آهنگ این دوتا آهنگ ما کردیم یه آهنگ بانو شو وقتی اومد یه ویدیو خوبم اون زمان آقایی بود به اسم فرزاد محبی که از همینجا درود بهش میفرستم آقای فرزاد محبی دستور اون موقع بهترین ویدیوها رو مال ایشون فرزاد بود فرزاد با بلک کس کار میکرد با لیلا کار میکرد با نوشافرین کار میکرد با همه ماها کار میکرد و خب سعی کردم اون زمان ولی ویدیوی زیبایی داشت بله ویدیو بسیار جالبی بسیار جالب و نو یعنی تم ویدیو با آهنگ کاملا مچ بود خیلی به نظر خوبه. من خیلی خوبه وقتی اینجوری میشه خیلی. من خودم یکی از مشکلاتی که بعدها باش شاید برای مردم جالب بشه بگم روبرو میشدم این بود که یه آهنگی رو میساختم با گیتار خیلی قشنگ بود چون که گیتار میزنم و آهنگام رو رو گیتار میسازم میخوندم و ولی وقتی میرفت توی تنظیم مثلا یه چیز دیگه در میومد و خیلی آهنگای من فکر میکردم اینا مثلا مورد توجه میشه هیچ وقت نشد یا برعکس آهنگ خیلی خوبی رو تهیه میکردیم من میزدم تنظیم کنه تنظیم کرد ویدیوش اون چیزی در نمی اومد که میشد مثلا یه کسی وقتی آهنگو میشنوه متصور بشه در نهایت کاری که با الکارتیوب فکر میکنم کار کردید بله. چه رکونده شد بله و مثلا انتخاب ویدیو خیلی با کیه با کیه سوژه با کیه سوژه با کارگردانه با کارگردان 99 در مگر اینکه من بگم آقا من میخوام مثلا برای این ویدیو من میخوام تو قایق بشینم مثلا قایق وسط یه برکه باشه پشتش هم مثلا کوه باشه آخه باید به فضای آهنگ بخوره نه خب اون میگه که میتونه بشه یا نمیتونه بشه یعنی تصمیم گیری با ایشونه ایشون تصمیم میگیره که میشه این دوئبل شدنیه یا نه اگه نشه میگه نه این کار نمیکنه من فکر میکنم بهتره بریم مثلا توی یه تشت آب بشینیم خب واسه همون نمیگیره دیگه بانو شو ترانه هاش هر کدوم یه حرفی داره واسه گفتن و وقتی به عمق ترانه و شعر و ملودی توجه میکنی میبینی که شاید حرف دل شما باشه یا منی که اینجا نشستم خیلی زیباست که حرف از احساس ها بزنی ویدیوی بسیار زیبا ممنون مرسی توی یه دوره خاصی هم این ویدیو اومد بیرون توی ایران انتخابات و انتصابات و یه مسائلی بودش اون دوره خودش بکنم نزدیک 10 سال شده داره 60 سال بوده بیشتر یه چه نزدیک فکر کنم 15 سالی میشه 15 سال بیشتر 15-16 سال خاتمی میشه ولی هنوز نوعی از نظر من اصلا نوع علی جان یه دفعه کاره تو یه فضای همه داشتن شلوغ یه دفعه یه استوب شد با یه سکوت بعد پشت بندش این آهنگ خونده شد ببین مسئله اینه که من شرمنده منی که ویدیو رو میبینم
وقتی زمانی که اون ویدیو یه حالتهای خاصی داره که در وجود من وجد آره رخ نمی کنه، من هر زمانی من شاید اینو خیلی سال پیش دیده بودم، ولی الان که من یه لحظه الان توی گوشی علی جانم نگاه کردم، دیدم احساس کردم یه چیزی تازه است، یه چیز نو، اینه که ماندگاره. بله نه واقعا اینه که ماندگاره. و جالب اینه که من به عنوان سازنده این آهنگ ترانه آساز این ترانه فکر میکنم که اومدم مثلا خب خیلی ها به من میگن آه یه دونه دیگه آهنگ مثلا این یا مثلا اما تو چیز دیگه نه دیگه نمیشه نمیشه. اگر میشد که ما از صبح تا شب میشستیم فقط هیت درست میکردیم و میرفتیم کره ماه زندگی میکردیم. یک دونه نه اینا زاییده شرایط خاص روحی من که در یه لحظه خاص در لحظاتی که شرایط احساسی من با شرایط احساسی همگانی یا اکثریت یه جامعه با هم منطبق میشه و همدیگر رو میپذیریم و این میشه دورانساز. این کاری که یه دونه هنرمندی که با مردم میره جلو و کارش هیت میشه همینه، برای اون شرایط یک چیزی میسازه که مردم میپسندن، میشه خاطره. ما هممون دائم تمام دنیای هستیم و دائم در حال تکوین و تکامله و هممون در حال حرکت هستیم، هممون در حال تغییر و عوض شدن هستیم و مسلماً نمیشه از هیچ کس انتظار داشت که دیروزش باشه. نمیتونیم، ما هممون داریم رو به جلو میریم جلو و همیشه چیزهای نو، حالا تا یه جایی که یه هنرمندی میرسه دوباره به یه نقطه یه چیزی خلق میکنه، واه همینه، اینه، اینو باید میخوندی، اینو باید میزدی، اینو باید برای مردم اجرا میکردی و دوباره هیت میشه. سعی چیم باورتون میشه زمانی که بیش از یک سال خورده داشتیم تیزر سعید جان آماده میکردیم واسه برنامه روی خط، تمام کارا رو هی پایین بالا کردیم، گفتم باید این تیزر رو فقط با آهنگ دیار بسازیم چون من آهنگ فیوریتم اینه، این آهنگ رو خیلی دوست دارم. بخون یه ذره. تو ز دیار من آمدی. بابا میشناسم. نه بخون یه ذره. من خب خوندنم علی خواننده است، علی خواننده است. من نمیتونم. نه سعید جان تو یک کاتگوری دیگه. من میخوام ببینم الان تو بخوای آهنگ سعید محمدی رو بخونی چه جوری بخونی. اصلا این کارو نمیتونم بکنم. نه حالا جونم بابا پیش قاضی و ملقوازی اصلا احترام رو دیدی؟ شاید سعید جان بی خود نیست که من انقدر این انسان رو دوست دارم. سعید جانم شما میدونین که بچه های نسل جوان این دوره گرایش پیدا کردن به طرف موسیقی، موسیقی پاپ، موسیقی اصیل، موسیقی مردمی، هر از هر نوعش هر آدمی میتونه گرایش پیدا بکنه، میتونه کوچه بازاری گرایش داشته باشه، میتونه پاپ داشته باشه، میتونه موسیقی سنتی یا سعید محمدی وادور، هر کسی که هست. من فکر می‌کنم شما و امثال شماها که در این گنجینه طلایی عمر دادید، عمر طولانی دادید، زحمت کشیدید، جلوی دوربین‌ها بودید، تلاش کردید، تو استودیوها خوندید که بچه‌های دیروز و امروز و فردا زمزمه کنن. نه؟ شما یک معلمی برای آره بچه ها. یه موضوعی رو تکمیل کنم پیرو برف شما، خیلی از کسایی که من باشون صحبت کردم میگن درسته الان امروز خیلی ما تو ایران خواننده داریم، خیلی آهنگساز داریم، خیلی شاهده، ولی میگن یه دوره موسیقی لس‌آنجلسی اگه نبود موسیقی تو ایران مرده بود. بله. همین لس‌آنجلسی که الان میکوبنش تو یه دوره امثال شماها در کنارم قرار گرفت. ریشن اینا آره، یعنی شماها نذاشتید موسیقی از بین بره، بعد الان در ادامه همون آدمایی که الان تو ایران میرن سالن‌های چند هزار نفری کنسرت میدن باهاشون صحبت کنیم یه آقا من تو بچگی مثلا شهرام شب‌پره گوش میکردم، شاید سعید محمدی گوش میکردم، شاید داریوش گوش آره، ولی الان خودشون همه‌شون شدن
همیشه همینجوری بوده. همه ما یه آبشخور برای خودمون داشتیم، آبشخور ذهنی، فرهنگی، هنری. من مثلا خودم وقتی جوان بودم بارها بارها گفتم من از صبح تا شب داریوش و فریدون فروخی و نمیدونم ستار و ابی و اینا گوش میکردم. خب بعد از اینکه اومدم خودم، ما زایده اون زمانی هستیم که سالهای 50 سال دوران طلایی موسیقی پاپ، سینما و فرهنگ و هنر ایران در قرن 20 واقعا سالهای 50 بود، بین 40 و 58 که انقلاب شد و ما از اون آبش خار تغذیه کردیم، خودمون رو فید کردیم و اومدیم بعد یه جور دیگه آنچه که آموخته بودیم رو دوباره ارائه کردیم به مردم و حالا یا مورد قبول شد یا نشد، به هر حال یه دورانی ساخت که اون دوران امروز شده یه دوره تلایی. حالا نمیخواین اسمشو طلایی بذارین ولی دوران درخشانی شد. چرا؟ به خاطر اینکه در ایران موسیقی اصلا همه اونهایی که هنرمندان زبده و کارآمد بودن همشون اومده بودن بیرون از ایران و میخوندن و صداشون، تصویرشون از طریق نوارهای ویدیویی میرفت ایران و مردم رو سرگرم میکرد و وگرنه چه میشد؟ وگرنه این میشد که امروز شاید خیلی اصلا موسیقی رو دنبالش نمیدن یا داشتن خیلی اگر هنری اتفاق افتاده بود داشتن یکی از آلات موسیقی ایرانی رو میزدن یا داشتن رو قرآن میخوندن و دعا میخوندن. غیر از این نمیشه، بخاطر اینکه حکومت فقط این رو به مردم میداد، میگفت یا سینه بزنید یا گریه بکنید یا روزه بکنید و این داستان باعث شد که موسیقی زنده مون. موسیقی زنده مون. بعد چی شد؟ بعد اینترنت اومد وسط. وقتی که اینترنت اومد وسط خیلی از هنرمندان شروع کردن به فعالیت کردن، اول موسیقی زیرزمینی اومد بعد روزمینی شد، بعد حکومت مجبور شد که یه سری رو آزاد بذاره برای اینکه دید مردم به تنگ اومدن. خواننده‌های خوبی هم داریم در ایران. بله به تنگ اومدن. بعد تو این میون هنرمندان خوبی هم روشنمب کردن، خودشون نشون دادن. لس آنجلس کم 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 رنگتر و کم رنگتر شد و ما به گوشه ای رونده شدیم، شکی در این نیست، اصلا نمیشه کتمان کرد. خب چون یه پتانسیل 80 میلیون ده 15 سال همون موسیقی زیرزمینی و روزمینی که بعدا دیگه همش به هر حال همین شد که امروز هست، اینا اومدن و همه کارم کردن. ولی متاسفانه، این میگم متاسفانه به خاطر اینکه امروز روز نظر همگان اینجوری داره میشه که میگه الان شما ببینید برنامه که میذارن، شما باز میبینید بازم هنرمند لس آنجلس رو برمیدارن میارن تو برنامه که مردم رو اترکت بکنه که بیان برنامهشون، نه به این بهانه که کی بهتره. اصلا من منظورم این که کی بهتره نیست، مقایسه نیست، اصلا مقایسه نمی کنم، دارم تعریف میکنم که چه اتفاقی افتاده و این اتفاقی که افتاده باعث شده که ما برسیم به اونجایی که آقا من خاطره دارم از سعید محمدی، من از اندی خاطره دارم، من از منصور خاطره دارم، من از لیلا فروهر، سوزان روشن، از این من از اون همه خانم تهرانی خاطره دارم. مسلما همه ما یک دوره 20 ساله 25 ساله لس آنجلس بودیم که مردم از ما خاطره دارن و این باعث افتخار ماست، واقعا خوشحالیم از این مسئله. ولی بعد این همینجا یه چیزی رو بگم، درسته که حالا ما داریم اینجوری صحبت میکنیم ولی ما رو بدجور کوبیدن و به اسم ابتذال لس آنجلس، لس آنجلس بد معرفی کردن، خیلی ما رو کوبیدن. خب البته اینم باز کسانی بودن که مسلما با موسیقی اصلا نهادن و ذاتن ذات موسیقی آره رابطه نداشتن، نه با اون اختلاف داشتن و نمیخواستن اصلا موسیقی در کشور باشه و نتیجه‌اش هم همین شد. ولی ما کارهای بد هم نکردیم، کارهای خوب هم بسیار کردیم، هم از کارهای هنری. شما ببینید الان آهنگایی که مردم میخوانن بعد از دوره پل و همسفر و نمیدونم دستای تو و نازی ناز کن و فلانا، دوره لس آنجلس میاد جلو و صحبت زلیخا و نمیدونم یه پشتوانه است، بله نمیدونم برنده و نمیدونم دیار و یا کسان دیگه، لیلا فروهر و داستانا و منصور و اون اندی و اینو میشه. یعنی که این دوران درست بعد از اونه، چه بخوایم چه نخوایم این دوران ها وجود داشته و بخشی از فرهنگ موسیقیایی امروز ماست، فرهنگ غنی، موسیقی غنی طلایی واقعا یک کتابی داره که سرشار از عشق هنرمندانه به خود مردم. تو ترانه هاش عشق کار می‌کردن، واقعا شنیده میشه، با تمام وجود اون ما
یک عده هنرمندان تبعیدی بودیم که در شرایط کشور نبودیم. زندگی در تبعید واقعا مشکل بود، مخصوصا که خانواده داشته باشی، زن و بچه و شوهر و فرزند داشته باشی، بخواید زندگی تو بگردونی و از اون ور بیای. اون موقع هم ناملایمات زیادی بود، کمپانی ها بودن، کنسرگزارهای ناصالح بودن و خیلی فشار بود، ولی ما ساختیم و ما ساختیم و ساختیم. شما هم دوست داشتین و امروز روز هم هنوز هم با هم هستیم و کنار هم هستیم و خوشحال هستیم که مردم به ما این موقعیت رو دادن. خانم تهرانی علی جان که براشون کار هنری ارائه بکنیم، خوشحال هستیم که یه گوشه از ذهنیت قلبشون رو به ما دادن و ما هنوز در کنارشون. واقعا باعث افتخار. من میگم که مشوق شما کی بوده؟ مشوق اصلی من پسر خالم و شوهر خواهرم که اتفاقا چند روز پیش هم در خدمتش بودم، بعد از 40 سال ایشون رو دوباره ملاقات کردم. ایشون کسی بود که من رو در 13-14 سالگیم اینقدر هر جا میرفتیم توی تاکسی میگو سعید این آهنگ داریشو بکن، این آهنگ داریشو بکن. من بادم، من هم پسر بچه خود شای خجالتی و اینا، و بعد مثلا یه تیکه میکنم رانندگی میگه به 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 آقا چقدر خوب میکنی، ایشون میخواد خواننده بشه. خب بعد چه جوری شد که احساس کردی که صدا داری؟ من یادمه که یه خاطره زیبایی تعریف کردش، گفتش که یه شبی آقای فریدون فرخزاد با اتفاق دوستانشون میرن اونجا. کجا؟ منزل آقای فرخزاد. اون منزل بعدیشه. منزل آقای فرخزاد. اون مراحل بعدیشه که اتفاقا من یک کتابی الان در دست تهیه دارم که همه داستان زندگی خودم رو نوشتم و مخصوصا اون 10 سالی که با فریدون ما آشنا شدیم، با هم سفر کردیم، زندگی کردیم، همکاری داشتیم، 4-5 تا آلبوم ساختیم، 40-50 تا آهنگ ساختیم، 40-50 تا کنسرت با هم اجرا کردیم. من مشوقت کی بود؟ یعنی کی تشویقت میکرد که خواننده بشی؟ آره نه میگم کجا، کی، چه جوری شد، چند سالت بود، چه جوری شد احساس کردی صدا داری؟ همون فامیلتون کجا صدای تو رو شنید که تشویقت کرد؟ ایشون یه با خواهر من ازدواج کردن. خب شاله خوشبخت باشه. پسردار شدن، دختر خاله پسر خاله. زنده باشن. پسردار شدن، داریوش یه آهنگ خونده بود به نام پسرم. خونه خالی، خونه سرده، بله خونه بله. سرد و ستا یه پسر بله بله. پسر نه 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 آره آره آره. و من هم اون موقع تینیجر مثلا 13-14 ساله بودم، دبیرستان درس میخوندم، این آهنگ رو میخوندم. بعد یه دفعه دیدم همه ساکت شدن دارن به من گوش میدن، منم کتاب آن دستم رو دارم چیز میکنم. قبلش اومد و قبلش رفتونیم روز 13 به در بود، از اون کوچیکتر بودم، آهنگای شادروان ویگن رو همه فامیل نشسته بودن. دایی من از این ضبط صوتای ریل آورده بود از خارج و گذاشته بود این برمیگرد مثلا اوایل سالهای 50 و ما 13 به در بارونه بود تو خونه داییم، نشستیم همه دوره بیاین بیاین هر دو بچه ها جمعه 20-30 تا بچه و بزرگ اینا بودیم، گفت آواز بخون، همه آواز بخون، همه خوندن. به من که رسید من آهنگ چیز خوندم، شادروان ویگن، چه اسطوره‌ای واقعا، روح شاد. قنچه بیارین لاله نخه نخه قد و بالای ترنار بنازم اینه که من خوندم، همه دست زدن. برای اولین بار من فهمیدم که خوب خوندن یک پاداش داره و پاداشش توجه و دست زدن مردم هاست. و به دلم خیلی چسبید و از اون به بعد سعی کردم که میرفتم آهنگای ویگن رو یاد میگیرم، ولی خب خیلی زود روشنمون کردم، از اون مود ویگن اومدم بیرون، شدم طرفدار فریدون فروغی و فرهاد و بعدم داریوش. بله جوون بودم دیگه، داشتم رشد میکردم از 12 13 سالگی تا 17 سالگی، از 17 ساله آدم محیط دانشجویی اینا آدمو میگیره. دقیقا. و شروع کردم و خوندنم مثلا سعی میکردم دقیق مثل اون خواننده ها، خیلی خواننده ها عداشون در نمیابردی بردی؟ ابسولوتلی عداشون در میابردم. جدی میگی؟ حتی اگر وسطش یه نفس بیجا میکشی من سعی میکردم همون نفس بیجا رو همون جوری بکشم. یعنی تقلید؟ اکثر خواننده ها وقتی تقلید میکنن سعی میکنن شبیه همون خودش خواننده خودش بهترین تمرین میشه. آره اون میشه تمرین ما دقیقا. مثلا با هلن حتما نمیدونم چقدر آشنایی. من خیلی رفیقم منم با هم دوستیم. هلن مثلا هلنم خیلی قشنگ عده صدای خانه داره، اصلا فوق العاده است. من مثلا مثل داریوش
مثلا اینای دیگه، همه اکثر خواننده ها اینجوری هم. و خب اونجا فهمیدیم که صدا برگردم خب، به سواله. حالا به من بگو که اولین باری که با زندگیات فرخزاد رفتی روی صحنه چه ترانه ای رو؟ من میدونم که پشتش میزدی و تو یعنی ارکستر، یعنی همه ستون ارکسترش تو بودی. خانم ترانه، من با فریدون سال 58 آشنا شدم. 58؟ بله سال 58، 1358. 1358. ها 1300. بله. و توسط یکی از دوستانم دعوت شدیم رفتیم اونجا و با هم آشنا شدیم و همون شبی که خدمت ایشون رسیدیم من گیتارم باید میبردم. با من شرط کرده بود دوستم، نگفته بود کجا داره میره و گفته بود یه جایی میریم که سورپرایزه، ولی گیتارتو باید بیاری. و من خب گیتارو برده بودم و که همه اینها رو در کتابم شرح دادم. میگذرم ازش با اجازتون. آره با اجازتون اینا رو الان فعلا بهتون نمیگم، ولی بعد از اون اون شب من آهنگ خوندم، ایشون خیلی از صدای من خوش اومد و بعد از اون با هم دیگه آشنا و آشناتر شدیم و دو تا آلبوم ضبط کردیم در ایران. روی صحنه برنامه زنده نداشتیم؟ نه نمیتونستیم در ایران خمینی. آها. چجوری میتونستیم روی صحنه بریم؟ نه ما با هم فرار کردیم از کوه و دشت دمن، همونطور که خیلی میدونید. بله. و خود فریدون رو صحنه گفته. بله. اومدیم و اولین باری که ما با هم روی صحنه رفتیم در شهر نیس در جنوب فرانسه بود. اولین کنسرت ملی میهنیمونو ما اونجا گذاشتیم و در اونجا عرضم به حضورتون تمام سالون هم سولد اوت بود. بلیط‌ها رو فریدون در خونه آدم‌ها رفت فروخت و بسیار تلاش کردیم. من ارکستر درست میکردم، لید میکردم، رهبری میکردم و فریدون بلیط‌ها رو میفروخت و شور اجرا میکردیم و اونجا اولین بار بود که رفتم روی صحنه. و دومین بارش هم پاریس بود و سومین بارش هم پاریس بود. و میخوندی؟ بله 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 میخوندم. پس چی؟ برای چی میرفتم؟ میخوندم هم با ایشون هم خونه میکردم هم خودم. خودم سه تا آهنگ سولو داشتم اجرا میکردم، ایشون هم اصلا همش اینقدر صحبت بود که به اجرا نمیدون، فقط خواننده فقط من بودم. فریدون دو سه تا آهنگ بیشتر نمیخوند، بیشتر صحبت میکرد. اون صحبت ها بود که مهم بود. اون صحبت ها اصلا بود تمام کنسرت ما پایش به روی صحبت های فریدون بود. بله و خاطرات طلایی من دارم از اون برنامه و از اون جشن ها و از اون کنسرت ها که راجبش بسیار نوشتم و دارم می نویسم. الان با خانومی که ادیت میکنن این صحبت ها رو به صورت یک کتاب مفصل داریم می نویسیم که درش بسیاری چیزهای ناگفته رو من گفتم، حرفایی که مردم راجع به فریدون دوست دارن بشنم و شاید خیلی هم راجع به خود من دوست دارن بدونن که من چه کار کردم، چه جوری بودم، چی باعث شد که به این امروز اینجا در خدمتشون باشم. همه این رو شرح دادم و بسیار کتاب جالبه. چقدرم الان همه تشنه این صحبت این کتاب. آمه. کجا در دسترس مردم میتونه قرار این کتاب؟ خب مسلما درش من وقتی که چاپ بشه و بخواد منتشر بشه تبلیغات خواهیم کرد، ولی من یک راه دیگه هم گذاشتم برای اینکه به هر حال همونطور که هممون میدونیم متاسفانه میزان و میانگین مطالعه کتاب در کشور ما بسیار پایینه و ممکنه که این شبهه باشه که این کتاب به هر حال مثل خیلی کتابای با خیلی با ارزش تر دیگه نتونه به دست همه برسه. من براش برنامه‌های دیگه دارم که یکی از برنامه‌های اینه که کتاب که در بیاد روی یوتیوب هم من اون کتاب رو بازخونی بکنم با عکس‌ها و مطالبی که دارم. شنودنی هم می‌ذاریم یعنی به صورت خیلی جالبه. من مثلا صحبت شده بله. تو هدفون بذارم بله. تمام بله. تمرکزم رو بذارم روی اون گفته‌ها به صورت پادکست، چون اون خیلی مهمه حرفایی که بله. میدونی چه حجم کاریه؟ بله خب شما این یه یادگاریه. مثلا یه 700-800 صفحه کتاب رو یه یادگاریه. Absolutely 100%. ما مطمئنیم که برای مردم خیلی مخصوصا قسمت شادروان فریدون برای مردم بسیار با ارزشه و مردم فریدون رو خیلی دوست دارم. من این مسئولیت رو هم در قبال طرفدارای خودم دارم هم در
استقبال ملتی که فریدون رو به عنوان یک اسطوره فرموشتر شدنی بهش احترام میذارم. من این مسئولیت رو دارم که اون قسمتی که راجع به زندگی فریدون نمیدونن رو و من شایدش بودم رو به گوش و چشم آفرین. خدمتتون عرض میکنم که شما آیا از فیلم های گذشته با زندگیات فریدون فرخزاد دارید یه صحنه هایی روی صحنه که خونده باشید با هم همکاری کرده باشید که ما بتونیم این پخش بکنیم؟ بله حتما. شما نه ندارم که الان الان نه تو آرشیو داریم ولی الان خیلی روی یوتیوب هست مردم دیدن. نه یوتیوب اجازه پخش نمیده ولی یه سری رو من دارم که اصلا پخش نشده اونها رو اگر بله منظور من همونه ولی که از یوتیوب با اجازه پخش مستقیم نداریم. 4-6 ساعت برنامه دارم که با ایشون برنامه‌ای که پخش نشده اصلا هیچ جا نیست اونا رو دارم که لطفاً جمع نکنیم ببرین یوتیوب به نام خودتون بزنید. نه نمیتونن این کارو بگم من اجازه رو نخواهم داد. نه نه برنامه خاصی برش تعریف فردا برامون یه دردسر بشه. خب دوست داری الان چه اینو می‌خواستم بگم که بریم یکی از کارا رو ببینیم. فقط من صحبتم شد راجبش اگه موافق باشید بریم من میگم بریم همون کاری که سعید جان با زندگیات فریدون روی صحنه بودن شهر من تهران شهر من تهران رو میبینیم با سعید محمدی عزیزم و زندگیات. دل من هنوز برای تهران میتپه بلیو ایت اور نات. ای خدا اصلا اینقدر دلم تنگه برای شهرم تهران که حد نداره. بریم ببینیم و روح فرخزاد عزیز رو شاد کنیم. روحش شاد. بانو شو آقای سعید محمدی یادگار قشنگ شهر من با صدای زنده یاد فریدون فرخزاد و سعید محمدی عزیزمون که کنارمون نشسته برامون بسیار ارزشمندن. همون گنجینه های طلایی هستند که بسیار ارزشمندن. خیلی خوشحالم از اینکه شما یادگار زیبای زنده یاد فریدون فرخزاد رو اینجوری با ارزش حفظ کردی. معلومه خانم مگه میشن غیر از این باشه. ببینید بذارید من اینجا یه چیزایی رو چقدر خوب شد شما اینو گفتیم. ما مردم واقعا بعضی وقتا خیلی احساسی هستیم و برخوردم با مسائل کلی با مسائل نه کلی شاید
با مسئله خاصی، یه خورده تندرو هستیم توی برخوردم. یعنی یه دفعه یه چیز خوشمون میاد، همه دیگه میخوایم هر کاری میتونیم بکنیم که بگیم کجام. بعد یه زمانی هم میشه که تیشه برمیداریم میفتیم به جون یا بالا میبریم یا پایین میزنیم، به جون همون بت میشکنیم، داغونش میکنیم. یا اگر کسی به خلاف حتی اون بت رو خراب بکنه میکشیمش، نمیگیم هیچ کدوم نمیریم وایسیم بابتش بگیم که چرا این کارو میکنی، این آدم برای من ارزش داره. اونجایی ارزش یه ملتی مشخص میشه که بابت ارزش‌های فرهنگی هنری خودش استنداپ بکنه، وایسه و بذاره اونی که قهرمان قهرمان بمونه و اونی که قهرمان نیست بره کنار. ولی ما یادمون باشه، از نظر من سعید محمدی کوچک حقیر همه عزیز، که یادمون باشه من با هر هنری که داشته باشم یه آدم هستم، با نقطه ضعف‌های یه آدم و با نقاط قدرت یه آدم. دلیل نمیشه اگه من صدای نمبر وان دنیاست مثلا دعوا نکنم، یا حرف بد نزنم، یا مثلا با رفیقم جر و بحث نکنم. یادمون باشه یه هنرمند خوب برای تمام اون قیافه‌های خوبی که ما جلوی دوربین به شما نشون میدیم، ما ماسکایی داریم که وقتی اون ماسکو بزنیم کنار، همون مثل شما هستیم، هیچ فرقی نمیکنه. منم احتیاج پیدا میکنم، منم گرسنم میشه، منم بد اخلاق میشم، صبح که خواب بلند میشم، منم ممکنه بزنم غر بزنم، منم ممکنه که هزار کار دیگری که شما هم میکنید بکنم. یادمون باشه هر اسطوره‌ای همینجوره، فرق نمیکنه. اگر میاد آدم میگه مثلا فلانی یه اشتباهی کرده، دلیل نیست که تو میخوای اونو خورد کنی یا داغونش کنی. ما موقعی میتونیم بابت ارزش‌های فرهنگ هنریمون همونطور که گفتم بایستیم که واقعیت‌ها رو آنطور که بودن بدونیم، نه اونطور که بهمون میسپارن. اشتباه نکنیم به عنوان یک تینیجر یا یک جوونی که تجربهش کمه، که اگر مثلا علی الان تلویزیون بهترین تلویزیون دنیا رو داده، ما معتقدیم که داره، هیچ اشتباهی نمیکنه. نه، علی هم میتونه اشتباهی کرده باشه، و اگر من میام میگم علی این اشتباهو کرده ولی تلویزیون خوبیه، این رو بفهمیم، درک کنیم. فکر نکنیم میخوایم علی رو خراب کنیم و بگیم که تلویزیون. اینو گفتم، توضیح دادم که من در برنامه‌های قبلا نشستم و زندگی و رابطه خودم با فریدون یه صحنه‌هایی رو، یه چیزایی رو گفتم که به مذاق خیلی‌ها که دوستش دارن و خیلی دوستش دارن برخورده، یا مثلا دوست ندارن، میان میگن آقا تو مثلا تو فلان بیسار فریدون خدا فلان فره. شکی نیست. یادتون باشه مگه من میتونم به فریدون فرخزاد که دست منو گرفت و آورد روی صحنه بیام پشت کنم یا نمک ناشناسی بکنم؟ آفرین. من هم زندگی فریدون رو در اون زمانی که در خونش اسیر بود در الهیه چندین بار از مرگ نجات دادم، میشه وقت ازش صحبت نگردم. شما از همه بیشتر بهش نزدیک بودید. نگفتم، به خاطر اینکه ما با هم رفیق بودیم، اون دست منو میگرفت، منم دست اونو میگرفتم، ولی لازم و منظوم هم بودید. فریدون یک دونه است، نه اومده کسی مثلش اومده، نخواهد آمد. بهتونم قول میدم هیچ کس مثل فریدون نخواهد شد. فریدون یک دونه بود. اینو همون زمانی هم که من کنارش میاد روی رانندگی میکردم یا میرفتیم شمال مثلا میشستم گیتار میزدم، میدونستم این آدم یک دونه است. این آدم در نوع خودش یه نابغه بود، واقع. یک آدم به خصوص بود، ولی یک اشتباهاتی هم داشت، یه کاری هم میکرد که اشتباه بود. برای من و شما خوبه که بدونیم که یک آدم اسطوره هم این گونه زندگی کرد، واقعیت های زندگیش اینا بود. این هاست حرف آدمی که میاد میشینه و صحبت میکنه، میگه من یه گوشه هایی از زندگی رو دارم که خوب و بد یک آدم رو میاد میریزه وسط، که شما به عنوان مسئولیت من نسبت به خودم، من اصلا کاری ندارم تو راجع به من چی فکر کنی. من راجع به خودم، به خودم انقدر میخوام ایمان داشته باشم که باید حرف درست رو به مردم بزنم. برای اینکه من یک اعتقاد کلی دارم، بانو تهرانی علی جان، من اعتقاد دارم ما هرگز پشت ابر نمیمونه. آفر. هرگز. آفر. هرگز. خیلی جالب بودش که تعریف میکردی که یه حلقه ای از دوستانتون اونجا برای حفاظت از فریدون تشکیل داده بودید، که خب اوایل انقلاب بود، اون یه چهره سرشناس بود، سپاهی ها بس جونش در خطر بود و شاید هیچ جا مطرح نشد. و اولین بار تو تلویزیون که شما این مطلب رو گفتی، من خیلی کامنتار رو میخوندم، گفتش که
خیلی از طرفداران فریدون گفتن پس اینجوری بوده، ما تعجب می‌کردیم که تو اصلا خیلی نمی‌دونن، خیلی از طرفدارای فریدون انقدر جوونن که حتی نمی‌دونن من ما با هم دیگه از ایران فرار کردیم اومدیم، ما با هم دیگه کار می‌کردیم، بیش از 40 50 تا کنسرت گذاشتیم دور دنیا و 10 سال با هم دیگه همکاری و کار و زندگی و همه چی داشتیم می‌کردیم. خیلی‌هاشون نمی‌دونن. بعد مسئولیت شما به عنوان میدیا و من به عنوان یک هنرمندی که فعاله اینه که این اطلاعات رو منتقل کنیم به اینا، بدونن راجبه قهرمانشون. واقعا قبل از برنامه صحبتی با هم دیگه داشتیم اگه خاطرت باشه، الان یه سری از خبرگزاری‌ها اومدن تفسیرای خودشون از زندگی و بهره برداری خودشون، بهره برداری سوء استفاده خودشون. مردم جالبه میان این صحبت‌ها رو می‌کنن و این که فقط فالوور و بیننده خودشو بکشه بالا، در حالی که اصلا نبوده اونجا. یعنی کسی باید حرف بزنه سعید محمدی حرف نمیزنه، بعد یه آدمی که اصلا تو اون مقطع زمانی نبوده، وجود نداره، بسیار معروف. یه کسی یه دونه برنامه داکیومنتری چی میگم مستنا راجع به فریدون ساخت، اصلا اسمی از من نیبرد. چطور میشه تو 10 سال آخر زندگیش ما، یعنی در 12 سال آخرش 10 سالش ما با هم دیگه بودیم، باش خارج شدی بردیش رو، چطور میشه تو داکیومنتری میسازی راجع به یه آدمی که ولی یه آدم خاصی رو از بعد اگه تلویزیون معروف هم بخش میکنی اسم اون طرف رو نمیاری. خدمتتون عرض بکنم که من یه خاطره بگم خیلی زیباست. من فریدون فرخزاد رو در شو میخک نقره برنامه‌اش بودی؟ بله. در اونجا دیده بودم. گذشت در استودیو رژی شماره 3 برنامه ها ضبط میشد، رنگارنگ بود، شو میخک نقره‌ای بود، پنجره ها بود، زفت میشد، اختاپوس بود، اختاپوسیه بود، سرکروستوار بود، همه با هم در استودیو پخش میشد، زفت میشد و هنرمندا همدیگر رو میدیدن با احترام، تا اینکه تلویزیون یواش یواش من رفتم تو تئاتر و سینما و اینا و یه روزی تو خیابون آیزنهاور، اون موقع اسمش آیزن، یعنی از طرف فرودگاه که میای من الان رو نمیشناسم اسمش، از سر انقلاب فکر نمیدونم، آره از اونجا که میان، من همینجوری که تو ماشین نشسته بودم دیدم یه خوشتیپ باحال تای ماشین پیکان نشسته بود، پیکان شیری رنگ بود، نمیدونم چی بود، من گفتم ای بو فرخزاده، گفتم سلام، اصلا منو ندید، معلم نذاش رفت. چرخ و فلک چرخید، بعد از سالهای سال من به همت خانم حاله نظری و آقای شجریان از تلویزیون پارس بعد از سالیان سال مهمان لس آنجلس بودم، مهمان تلویزیون پارس بودم و مهمان فریدون فرخزاد عزیزم بودم که با هم انار انارم خوندیم. بانو شو. خب به اینجای برای که بسیم باید یک خاطری در شما زندگی کنم. در ایران که زندگی میکردیم مجلات مختلف میچاپ میشد، چند تا مجله زنانه چاپ میشد، چند تا همگانی، یکی جدا بر مردا، مجله شکار و طبیعت در حیوانات و غیر روز داره کلسه. من افتخار نداشتم که عکسامو روی جلد شکار و طبیعت بذارم، ولی مجله زن روز که معمولا همیشه عکس زنها رو شاپ میکرد و ماکنه و ستاره خوشگل سینما و ستاره ایرانی رو، بعد یک روزی تصمیم گرفت که بیاد عکسای مردای هنرمند هم چاپ بکنه و اولین بار اون موقعی بود که اسم من تمام از تفرش بیرون افتاد، اسمم همه ایران گرفته بود، عکس منو سگم به نام لسی رو روی جلد مجله زن روز چاپ کردن. بعد منم به من گفتن پیرهن تنت نباشه، یک جین فقط پام بود و لخ. بعد همزمان با این کارا در ایر کشور ما چند تا خانم بودن که هنرپیشه بودن در سینما و اینا دیگه سمبل سکس سینمای ایرانی اون موقع بودن، یعنی وقتی صحبت اینا میشد غیر ممکن بود که کلمه سکسی رو بهش نچسبن. یکی از خوشگل ترین زنای سینمای ما و یکی از سکسی ترین زنای سینمای ما که با ما خانم هم آدم داده بود بازی کرد، یکی از عزیز من. حالا هر کسی که شما اصلا یاد جلو جلو این تلویزیون ببوسینه در تلویزیون ایرانی دوست قدیمی من، میدونی که هر چیز تازش خوبه، این دوست
که کهنه شد. خانم در تلویزیون ایرانی این کارها خلاف اخلاق عمومی. من در ایران بود که دست ماش کردم بیرونم کردن. اینجا شما رو بیرون نمیکنم ولی خب بعد ماش نکنید. سلام. میشم من دست رو بزنم. مرسی. چون اینجا آقای شجره به خاطر این ماش من از این تلویزیون بیرون نمیکنم. چه میکنی؟ چه کردی در اون روزگار که در رفتی آمد بیرون به سر ما؟ والا من رسیج نام میخوام خدمت سلام عرض ایران بخواهی. و ایرانی سلام عرض کنم به خاطر اینکه سالها با قلب نزدیک ولی جسمم دور بوده ازشون. چه داد میزنی؟ دلم انقدر احساساتی شدم. زندگی من تلویزیون بوده. شروع کار من از 13 سالم بوده، شروعم تلویزیون بوده. و امروز که جلوی دوربین نشستم پیش این عزیز دلم و توی مهربون هر که اولی باید اینجا گریه میکنم. من ده روز مریض بودم انقدر خودم از سوان خرابه. فیجان انقدر شماها خوبید و انقدر قشنگ منو اینجا تحویل گرفتین که واقعا غرق احساس هستم. خب دوستت دارین؟ دوستتون دارم. یه تیکه از زندگی ما هستی تو هم دیگه. با تو هم زندگی کردیم دیگه. من از ایران که مجبور شدم فرار بکنم بیام اینجا با دخترم و شوهرم به اسرائیل رفتیم. در اونجا ناگهان خواننده شدم. ناگهان همه چی اتفاق حالا نه در اونجا در این شهرم ناگهان در همه دنیا ناگهان شدم. البته این شهامت منه که دارم میگم، برای که من اصلا نه خوانندم و نه هستم نه خواهم شد. ولی خب یک هنرمند فقط میتونه توی رشته هنری بره، میتونه یه به اصطلاح یه خطی رو بگیره. چه به اینجوری کردی؟ یعنی اصلا شما اینجوری رفتن اجازوی شهناز واقعا بازیگری خیلی ماهری واقعا. من جدا میگم. حالا اجازه بده، حالا تو میگی. شما که یادتونه که خانم شهناز تهرانی دیگه اصلا محال آدم فراموش کرده باشه بمب رو. حالا این خیلی فرق داره بمبایی که الان تو ایران منفجر میشه فرق داره با بمب. نه واقعا کاش منفجر میشه شدی اصلا شدی سینما ها منفجر میشن. میخوام خواهش کنم از دوستای اون برای دوربینمون که در این برنامه یه مقدار از یکی دو تا فیلم شهناز نشون بدن که من رو یادشیم بیاد که خیلی مجرد ما 10 ساله خیلی قشنگه. دلم میخواست که اون فیلم جفتمون که با هم مواده تا فیلم مشترکم بازی کردیم با هم جون بمولم من خودم بود سیگید آفیز میتن چکی 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 بکنم یدی چپ بده کش میش چکی 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 یه بومیش یه پارچه آجوش چکی 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 بکنم یدی چپ بده کش میش چکی 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 یه بومیش یه پارچه آجوش. ما هم داشتیم فیلمو نگاه میکردیم با شما کلی حال کردیم شهرزاد همون زیبایی سابقه حفظ کردیم. خب از اسرائیل که خانوادگی کردی و بعد آمدی بیرون رفتی به نیویورک فکر میکنم. نه خیر رفتم به لندن. از لندن باز اونجا هم یک سال برنامه داشتم البته میخوندم بعد هم وارد نیویورک شدم. شهر جان وقتی وارد نیویورک شدین همیشه خیلی همینجوری بود؟ اینا طبیعیه. نه از این بلندتر بود نیویورک بسم خیلی چی کرد. ببینم تقریبا اندازه زبان تفرشی هست ولی خب قرمز باشه. جدی میگم نیویورک در ساعت بازی کردی؟ بله نیویورک با هنرمندی که اسمش واقعا سر زبانهای همه بوده یه عمر پریز خطیبی حدود 50 سال. من افتخار داشتم که برنامه‌شون رو بازی کنم به نام نان و عشق و گرین کارت. فرید خدیبی در نیویورک کنسرت داشتم گفت که تو هر لس آنجلس میام امیدوارم بیاد این تئاتر بیاره. حتماً شما هم ببینید برای اینکه فرید خدیبی از نویسنده از قدیمی ترین کارگردان و نویسندگان رادیو و تلویزیون بود و همکار من افتخار داشتم که همکار او بودم. در نیویورک تئاتر بازی کردی و خیلی موفق. 5-6 هزار نفر اومدن به دیدن تئاتر شما. امیدوارم که اینجا هم مثل اتفاق بیفته که اتفاق خواهد افتاد برای دیدن خودت و سر و بعدم حالا در تلویزیون با هم نشستیم. افتخار من. تئاتر و سینما شغلت بوده. اگه مثلا الان فیلم رو نشون بدم کار تازه نیست برای مردم. خب دیدن حالا هم تو فیلم بازی کرده میدونی نه. ولی خب امشب یک برنامه با حاله دارم که خیلی با مسئله برای اولین بار بعدن بعد برنامه شما قطعا نشون بدید. ولی چی میخوندی؟ آواز میخوندی؟ چی میخوندی؟ دفتر شیراز اینجاست با عکس خیلی قشنگتون کارت نیویورک. چی آوازایی میخوندی؟ گریه نکن. چی میخوندی؟ من که گریه نمیکنم. اسامی آوازات میخوندی؟ بله از خانم مزدی خوندی، از آقای شهرام، از آقای عقیلی، از آقای عارف، از
همه آقا سیب از خانم هایده مرتضی گیتا فتانه. ای بابا پورم از من چه برای خودی چقدر بد جنسی چی کدوم بخونم شب بود بیا بامبو زمستان بود شب بود بیا بامبو زمستان بود اینجوری باید میکردم نه خیر اونجوری بده حالا از این آوازه که خوندی بذار بگم خود میشه نوشتی انار انار اول این انار انار میدونی اولین کسی که در ایران انار انار رو خوند من بودم جدی؟ در تلشوی تلویزیونی یک گروهی آورده بودیم از سیستان و بلوچستان منم لباس سیستانی و بلوچی پوشیدم و اینها خانم جالم من بودتون برام اینا زدن این آهنگ رو و اصلا در اولین بار این آهنگ اونجا به گوش مردم ایران رسید پس زیباتر این آهنگ رو خوندی فریجا خیلی آهنگ قشنگ بود همیشه هم میخواستم این آهنگ رو بخونم این آهنگ آهنگ چیزه آهنگ اصیل اون قسمت آهنگ نیست که کسی ساخته باشه محلی هست حالا بخون میدم بخون دیگه مثل یک خواهر دارم بسته با خوردم دوتایی با هم بخون نه شما دوتا چرا مک تو نمیتونی بخون منم با تو همراهی میکنم ولی شما دوتا بخونیم حالا اول تو شروع کن آخه من خجالت ایو به ما که رسید همه خجالتی شدن ما تو این تلویزیون هر کی میاد تو برنامه آمریکایی ها هر کی میاد هر کی میاد میگه مردم میخندن تو تلویزیون ما هر کی میاد میگه که اگه یه چیز بگه که مردم بخندن بعد بابا از مردم گریه کنن بعد چیکار شو اصلا برنامه فرخزاد فقط باید خندید و لذت برد به نظر من لذتی که داری میبری خنده شو نمیکنی شما حالا بخونید آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم ما را ز غمت خانه می آید بر موی سیاه شانه می آید آی سبز نگار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم بانو شو اون شد برای من یه عشق ابدی عشقی که وقتی که شنیدم که فریدون آسمانی شده بیمار شدم به بون رفتم رفتی بون؟ بله به دیدارش رفتی مزارش؟ بله رفتم به مزارش رفتم شستمش تمام صورتش کارتونک بسته بود سرش کارتونک بسته بود ایرونی ها اونجا به دادش نمیرسن جز جناب آقای علیرضا قلی‌پور بله با آقای علیرضا قلی‌پور رفتیم آقای روحانی رفتیم رفتم اونجا شستمش باش درد دل کردم باش حرف زدم و به خدای یکتا سپردمش این هنرمند نامی و ارزشمند آزادی خواه خودمون و چقدر هم غم‌انگیز پلن آخر فرخزاد یعنی هنوز که هنوز آدم صد بارم که میشنوه وقتی اونو یه لحظه مرور میکنه مو به تن آدم سیخ میشه یعنی با هر لحظه ای تو بعد بهترین ثانیه زندگیت هم بشی تبدیل میشه به تلخترین ثانیه برای اینکه باهاش خاطره داریم برای اینکه به نفع ماها حرف زده برای اینکه هممون رو دوست داشت برای اینکه عشق به هممون داد مگه میشه عشق رو فراموش کرد سعید جانم خیلی لطف کرد خواهش میکنم خیلی متشکرم ما چه برنامه‌ای شده ما من و علی جان در بانوشو افتخاراتمون این هست که از این گنجینه طلایی موسیقی تئاتر سینما افرادی بیان که اونور دوربین یه عده طرفداران نشستن و یک بار دیگه دیدن که در برنامه بانوشو سعید محمدی عزیزمون سرحال، پرقدرت، سالم، نشسته و با شما داره درد و دل میکنه سعید جان، برنامه های هنری صحنه در چه موقعیتیه؟ بعد از دوره فترت کرونا من پارسال همین موقع بود فکر میکنم در کشتی در استانبول پرفورمنس داشتم و قرار بود که دو سه ماه اینجا اجرا بکنم که بعد از 20 روز به کرونا دچار شدم و خودم فهمیدیم ما میخواستیم بیاییم دیدن اجرامون ندادن عزیزم خوب شد که بلای را ندادن نه خوب شد که نیومدید ولی ممنونم از تمامی کسانی که
با محبتشون، با دعاشون به خصوص به داد من رسن و من نجات پیدا کردم. واقعا مرگو به چشم خدا رو شکر. حالا از اون موقع چند بار برای من پیش اومد که آقا بیا مثلا اینجا توی ترکیه برنامه بذار یا دبی. میترسیدم، واقعا ترسیده بودم، چشم حسابی ترسیده بودم. ولی الان دارم میرم جان. سخت گذشت خیلی، بابا داشتم میمردم. یادت میاد قشنگ اون لحظات و ثانیه‌ها؟ آفکورس. بله، من 15 روز اینجا در استانبول، اینجا که میگم در استانبول در بیمارستان بستریشم، ولی بسیار با محبت با من رفتار کردن. چقدر امیدوار بودی، چقدر از خداوند میخواستی که یک بار دیگه به دنیا بیایی. نه ببین، من قبل از اینکه به بیمارستان برسم 4 روز 5 روز بحرانی سخت داشتم که داشتم میمردم. یعنی تا طول بکشه، یعنی طول کشید تا اینکه فهمیدیم که من کرونا گرفتم. و چون که من فایزر، 2 تا فایزر زده بودم. بله. و فکر نمی‌کردم اصلا بگیرم و فهمیدیم و دوباره تست دادیم، تست دوم تازه نشون داد من پازیتیو هستم. و بعد به حالی افتادم که واقعا به حال مرگ بود. یه روز تو خیابون اومدم برم داروخانه دارویی بگیرم، شوهر خواهرم پزشک خودش بهم گفتش که برو اینو بگیری رو بگی تا باید بری دکتر. هر چیز بودم منتظر بودم برنامه گذارم بیاد و منو ببره دکتر. تو خیابون اصلا از حال رفتم، و خیلی اون وضع بعدی بود. خانواده نگرفتن که؟ خانواده اوکی بودن. من اینجا بودم، استانبول بودم، خانمم آمریکا بود. آمریکا که بعدش بود. بعد شد اومد استانبول و دوباره اون منو بعد از اینکه بهبودی پیدا کردم برد آمریکا. تورا توی هواپیما با دوباره من نزدیک بود فوت بمیرم. ای وای خدا، چون که اکسیژن لول خونم اومد پایین، سطحش اومده بوده پایین. و اصلا میخواستن هواپیما رو بشونن روی اقیانوس. چه جوری بعد شما رو سوار هواپیما کردن تو اون موقعیت؟ کرونا نداشتم که. بعدم دوباره بعد از اینکه دوره 15 روز بستریم تموم شد و دیگه نگاتیو بودم، ولی دائم باید زیر پزشک بهم نگفت که نباید تحت کنترل نگاهتش رو میگذارم. 14 ساعت سفر هوایی واقعا خیلی مشکل برای با اون شکل. ولی خب الان اخیرا دوباره 2 هفته پیش یک کنسرت، 2 کنسرت بزرگ در شمال کالیفرنیا داشتن که خیلی موفق ادامه زیدن، خیلی خوشحال هستم. واقعا روح، یه روح خاصی، یه حس خاصی رو گرفتم، حس زندگی و تشویقای مردم، حضورشون و دوست داشتنشون. واقعا یه هنرمند رو میتونه از مرد به نجات بده، زندگی مطلق برسونه. بعد مردم همیشه در صحنه، طرفداران هنرمندان طلایی، الهی که همیشه زنده باشی، همیشه باشی. ممنونم. این کتاب عشق ورق میخورد، هرگز بسته نمیشود. و تا دیدار دیگر، بدرود و شما را به دست خدای یکتا میسپارم. سپاسگزارم. خدا نگه. روزگار خوش. مرسی از آرمین عزیز، کارگردان و فیلمبردار بانوشو. بانوشو. زمانی بود که وقتی ما کلمه رفیق رو میگفتیم نمیدونستیم دقیقاً این کلمه به چه کسی اطلاق میشه. مطمئن نبودیم، میترسیدیم. امروز هر کسی رفیق خودش رو پیدا کرده. آوازی که سعید به نام اسب سفید میخونه که شعرش از منه، مال زمانی است که من از همه رفقا ناامید بودم و فکر میکردم که اسب بهترین رفیق من هست. این شعر مال 6-7 سال قبله که خودم هم یک بار این آواز رو اجرا کردم. آهنگش آرژانتینیه و آرمیک با گیتار فوق‌العاده زیباش سعید رو همراهی میکنه. اسب سفید من مهربان و آرام است، اسب سفید من چون کودکی آرام است. ای دریغا هرچه دادم برای دوست، اسب خوبم، اسب خوبم، رفیقم.